که سمته، هرچی باشه کمته، قانه نباش سمته، شادی تو حقته، خوشحالی که سمته، هرچی باشه کمته، قانه نباش سمته. خاداره ما بپلی خنده خنده مانه بازه آبه تلی بیا خنده مانه. به مشکلات عدیده هر کی نخنده تبعیده، برای درسته یه تقییده بیفتی دو خنده شدیده، دل درد نگیری بعیده. دائما به پلی خنده خنده مانه بازه آبه تره بیا خنده مانه. دائما به پلی خنده خنده مانه بازه آبه تره بزن خنده مانه، بزن خنده مانه. هونی هونی چرا تو خوب شروع شد بودو بودو. چجوری گفتیم؟ یه بار دیگه بگیم برام خدا. یک دو سه. به نام خدا سلام. رامبد جوان هستم در شبکه مسیح اینجا خنده مانه. چطوریم؟ عالی. چطورم؟ عالی. چطورن؟ عالی. چطوره؟ عالی. چرا الکی میگین؟ افتضاح اندر افتضاح. همیشه همینین شما. چطوریم واقعا؟ آقا چرا الکی میگی عالی؟ کجا عالی بابا؟ هزار و صد تا گرفتاری و بدبختی و مشغله و بیچارگی و شب یه درد سر، صبح یه درد سر، اونجا میری خرید کنی یه در، بیرون میری بدبختی، اون در میری بیچارگی. حالا به هم خودی آرام بخش بزنیم بهش بخوابی با بخواب آقای محترم بخوابی استراحت کنین شما. ما حالمون عالیه، تمرین میکنیم که حالمون عالی باشه، اینو میگیم که عالیم، از همدیگه هم میپرسین حالتون چطوره، هم به همدیگه بگید عالی. این که هم اینجوری رفتار بکنین غیر از اینکه حالتون بدتر بشه. یه بار دیگه بگین چی شما چی هستین؟ چی گفتم؟ شما چی هستیم؟ گفتم ما عالی هستیم. دیدی هر کسی رو بهر کاری انداختن. چیکار کردن؟ بهر کاری ساختن. خب؟ بله بله. مثلا هر کی یه کاری بلده. خب. شما مثلا بلد نیستی خندمانه درست کنی. خب؟ یه خندمانه خوب بلد نیستی درست کنی. پس تا الان چیکار کردین؟ یه خندمانه بد درست کردی یا متوسط الحال درست کردی؟ آقا نزدیک 700 قسمت ساختیم دیگه، بچه دلیل باید. نمیشه که. آها بد ساخته. دلیل نمیشه که. آره دیگه. من همیشه همینجوری بوده. چیز بد دار. یه لحظه صبر کنین من اول تکلیفم روشن کنم. خندمانه بده؟ نه. خب واقعا بد نیست. حالا مثلا میگی معمولی. یعنی منظورم اینه که شما اول. نه عزیز من اینجوری نگین، تو سر مال نزنین. خندمانه خب حالا خیلی خب باشه. حالا خندمانه شما معمولی نسبتا به خوب. عالی که نیست که. خدا رحمت کنه آقا. پدر بزرگ من همیشه میگفت کارو بلد باش ولی انجام نده. ایشون میگفتن؟ بله. مسئله قدیمیه. کارو بلد باش ولی انجام نده. نه به نظرم باید جور دیگه باشه نه؟ کارو انجام نده ولی بلد باش. یه بار دیگه بگو. نه کارو انجام نده ولی بلد باش. چه جالب. بله. دقیقاً دو تا معنی داره. بله. برعکسش کنیم دو تا معنی داره. یعنی کارو بلد باش ولی انجام نده. این یعنی که بلد باش ولی انجام نده. یعنی تنبلی کن. ولی برعکسش تو گفتی چی شد؟ کارو بلد باش. شما گفتین چی؟ من گفتم کارو بلد باش ولی انجام نده. کارو انجام نده ولی بلد باش. تو گفتی کارو انجام نده ولی بلد باش. دقیقاً معنیش برعکس میشه. آره. یعنی که حتی اگر اون کارم نمیخوای انجام بدی ولی برو یادش بگیر. آره. همون منظورش. آره یعنی لزومی نداره هر کاری بلدی رو بعد بپری سری انجام بدی. آره. آره. در کل فکر کنم پدر بزرگ من اصلا اینو اشتباه مثلا زده بود. مال اینجا نبود. مال یه جا دیگه بود. تمام این سال‌ها. ولی ببین من اینو میگم، من دارم میگم آقا بلد نیستی یه کاریو نکن، کلا دارم میگم. یعنی شما ما ایرانی ها بعد ببین دنبال یه چیزی بگردیم که
بلد باشیم خوب انجامش بدیم و بهش نیاز داشته باشن دیگران. مثل دنیا الان چیه ما رو میخواد؟ نفتمونو. قالی بافی داریم. راست میگه اینو. کشت زعفرون داریم. راست میگه اینو. اینا رو داریم. شما میدونید زعفرون کاشتن خیلی ساده است. یه پیاز داره میکاری، آب هم خیلی کم میخواد، آفتاب میخواد. همینجوری واسه زعفرون سال بعدم پیازش دو تا تیکه میشه. یعنی میتونید دو تاش کنید، دو تا بکاری تو زمین. چه باحال؟ آره. نمیدونستم. خیلی هم ارزونه. از بالای کبیر تا پایین این تمام این کارکناشو بذارن اونجا راحت زعفرون بکنن. اینقدر زعفرون صادر کنیم اروپا و آمریکا و آسیای شرقی که همه از صبح تا شب قشقش بخندن. آره به جان خدا همه قشقش بخندن. به نظر من همین الان برنامه شما، حالا مالی که نیست برنامه‌تون، یه خورده اگر می‌خوای مالی باشه، یعنی چی سودی داشته این همه باشه. الان اینجا حضور دارن که همین جوری که نیومدن که علاقه داشتن اومدن. اجازه بده من برای سطح تکامل فعلی نظری برنامه‌تون، سطح تکامل فعلی نظری برنامه‌تون عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم هم جامع‌تر بشه برنامه‌تون. همینجا که نشستن یکی سه تا داره قالی اینجا بذار، سه تا داره قالی اونجا، دو تا اینجا، این پشت هم همینجوری بتالت نگذره، اینجا هم شخ بزنی، این پشت هم زعفرون بکاری. مردم که میان اینجا میشن برنامه میبینن هم چهار تا گره میزنن. مردا شدم که بیکارن این بالای نگاهی میندازن باخته شخ میزنن. تو خونه هاتون، تو بالکن هاتون میتونید بکارید. همه جا میشه تولید کرد. نشستم بفرمایید. چه عجب، دست بزنید. خیلی ممنونم. از روزی که شما شدید نماینده مردم واقعا ترکوندین. دمتون گرم. سلامت باشید. موهاتونم سفیدتر شده، لاغرتر شدید. بله. تا آخر برنامه خودم هم میترکم. ایشالله سکته نکنید. سلامت باشید. به سلامتی خودتونم فکر کنید. ممنونم. اینقدر هرس میخورین؟ آقای جوان، آقا خیلی چیزای دیگه هست که من نمیتونم پشت این تلویزیون بگم. آقا وسط شما ببینید تبدیل شدید به یک خار توی چشم خندوانه. شما وسط خندوانه که ما اینقدر دارین تشریح میکنیم میگیم آقایون خانوما لطفاً اینقدر هرس نخورید، آروم باشین، به اعصابتون تسلط پیدا کنین تا بتونین بهتر فکر بکنین. شما این وسط این کارها رو میکنید، نکنید. اصلا انقدر اعتراض کرد یادم رفت چیکار میخواستم. یه آواز بخونیم یه ذره حالمون خوب شه. موافقین؟ برو بریم همه بگیم یک دو سه چهار برو. یک دو سه چهار. امروز میمونه میگذره روز و فردا لیلولا لیلولا با همه بالا لیلولا لیلولا دستا همه بالا لیلولا لیلولا همه شامی رسیده لیلولا لیلولا نگه غم ها پریده بازه به پر تو بغلش بود دو تا دستاش بازه موندن تو بغل دنیا مثل یه رازه روی زمین همیشه هست با خانزه بازه لیلولا لیلولا با همه بالا
خیلی هم عالی. امروز میخوایم با هم دیگه یک مسابقه برای شما برگزار بکنیم. گروهی هم که اول بشه جایزه میگیره، جایزش هم بد نیست. بریم بیایم. آماده؟ یک دو سه بریم بیا. شادی برنامه رو بدیم به کیا؟ شادی برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به همه کسایی که دیروز امروز فردا تولدشونه، مسافرکش ها، اونایی که از مسابقات عود شدن، بچه های سرطانی، اونایی که به زندگی امیدوارن، اونایی که کارشون تعطیلی نداره. نه شما یه چیزی گفتی؟ بچه های زیر 12 سال که نمیتونن بیان به استودیو، بازنشسته ها و بستنی فروش ها و شیمیستا و سربازا. بس دیگه اینقدر شد. و سه تا شهر هم بگین. یاسوج، ساری، علموت قزوین. علموت قزوین موافقم. تبریز، تفرش، شهریار، کجا؟ خلخال. سب کن. علموت قزوین، خلخال، تفرش، این سه تا شهرم که همه مردم عزیزش این شادی تقدیمشون و تمام اون اسامی و عناوینی که گفتیم. به افتخارتون. بفرمایید. خب آقا من یه چیزی عرض کنم خدمتون. این صبح از خواب پا میشیم، این موبایلمونو زرت میاریم جل چشم، یعنی اصلا با اون بیدار میشیم. چند نفر این کارو میکنن؟ خب دستتون رو بالا. من این کارو نمیکنم. واقعا نمیکنی؟ نه من اول روشنش میکنم بعد نگاه میکنم. واقعا اونهایی که صبح از خواب چششون رو باز میکنن، موبایلشون رو میگیرن جلوی صورتشون، دست بالا. وای وای وای، تعدادمون زیاد. بایرام. بعد اینو خدمتتون عرض بکنم که بعد اون وقت یک عالمه تصاویر و جمله مثلا قشنگ و قصار و شعارهای زندگی و اینا میاد وسط که خیلی از اینا اولا الکی هم چیه، ذره بلندتر نمیشنه. و واو و خیلی از این علکی هن. اون وقت تبدیل میشه به این که اینا میرن تو ذهن ما. ما بعضی هاشو بر اساس این که این جمله برامون جالب بوده اونا رو شروع میکنیم تو زندگی ازشون استفاده کردن یا به دیگران هم گفتن. واقعیتش اینه که خیلی از اینا اصلا عمق ندارن. عمق
عمق ندارن. آورده آور تاپ. خواهشم اینه که پلیز ان فور. خواهشم اینه که انقدر ذهنتون رو با این جملات، با این اخبار، با این تصاویر پر نکنید. کتاب کتاب بخونید، چون کتاب عمق بیشتر، زمان بیشتر و مطالب مفصل تری داره برای اینکه بتونه در ذهن شما تأثیر بذاره. آقای بایلان خسته عزیز من، ای داری چی کار میکنی؟ من دارم حرف میزنم آقا. ای بسه دیگه، ای حواسم پرت شده، این فرم دارم چی میگم؟ ده او این چه زبونیه که ده میشه او؟ It's kind of what I'm for in the bird. عجب بابا. What are you fart about? خلاصه که What are you fart about, man? خلاصه که What are you fart about, man? State. خلاصه که What are you fart about, man? State. خلاصه که It's fart about, man? State. ای چطه عوض شد؟ که وارو بسته؟ نه خلاصه که یه چیز دیگه می شد. سه بار گفتم یا یه چیز دیگه شد. وارو بسته اینجا بارو بار کی؟ چی داری میگه عزیز من؟ وارو بسته بی؟ کلافه شدم از دستتون. من اصلا I'm nervous. I'm very very nervous. عزیز من، شما داری با این رفتارت نظام ذهنی من به هم می‌ریزی. Kind of what one way me or maybe. به عنوان اعتراض دیگه هیچی نمیگم. The sound of one immigration imagination is out. What a fate is there. شما نگاه منو داری ترجمه میکنی؟ مجبورم. نگاه همو داری ترجمه میکنی؟ کارم ترجمه هم زمانه. اه چطور حرف زدی؟ چی شد؟ چطور حرف زدی؟ باید بگم کارم چیه؟ چی کار داری میکنی از من؟ بس دیگه. چه خوشگله یو یو چه شب دیدش خوش خوراکیه قشنگ بله فود الان چیه ماجرات بس دیگه هر وقت کارو ای بابا در واسه دیت اه اصلا نمیذاره من حرفمو درست بزنم نفهمیدم چه داشتم خلاصه داشتم اینو بهتون میگفتم ای بابا صبح صبح موبایل دیدو چه شده رو باید کردیم موبایل دیدو روشن کنیم بگیم جلوتون بفرمین بیرون لطفا کوکک ترانسلیت چی؟ کوکک ترانسلیت شما میتونید مثلا تمام زبان‌های مختلف رو بیارین یاد بگیرین و از یه اپلیکیشن استفاده کنین و در تمام مرحله سکون داری چیکار میکنی؟ کوکک ترانسلیت کوکک ترانسلیت چی؟ شما وقتی که با کوکک ترانسلیت بتونین اپلیکیشن رو نازو بگیرین اپلیکیشن وقتی رو دارین گوشی گوشی بیارین عزیز من شما اجازه نداری به اینجا باز خودی هرچی دلت میخواد تبلیغ کنی؟ که دادا هرچی دلت میخواد تبلیغ میکنی؟ خب به خاطر اینکه تعهدمونه ما هم تعهدمه به جایی که قرار باز سبه هاش بی خود شما نمیتونی نه برده کوکک ترنسلیته تمام زبان های میتونه زنده ترجمه بکنه تمام زبان های دنیا بله. میتونه ترجمه بکنه بله هر خود آدم هاست همه زبان ها اونو باز هم میتونه ترجمه کنه هندی کی این کار کرده؟ چاو چاو کندیدی او او چاو چاو کندیدی کینو درست کرد؟ اینا او چو کو کو اندری به کوکک چه ربطی داره؟ مال کوکک دیگه همبستگی و تعامل کوککی هاست که اومدن یک دل اومدن پای اپلیکیشن واسه راش انداخته الان داری بگی نه بله معلومه که میگم نه بگی نه بعد هم زبان کوککی زبان کوککی کی میخواد یاد بگیره اصلا چند نفرین مگه شما آدم زبان حرف مردمه مثلا یک چیزایی شو نمیخوای بگی اون میگه
یه چیزایی تو میخوای بگی نمیتونی بگی، بازو بگه کارش اینه. چه اپلیکیشن لوسی؟ ترانسلیت کوکک. بفرمین بیدون. ترانسلیت کوکک. بفرمین بیدون. وای؟ وای نداره به خاطر اینکه نه وای نه نظام برنامه اینجوری نکن واسه نه وای بفهمیم بیا بریم واسه جایی بری بفهمیم بیا نه آی کان نات داشتم حرف میزدم آی کان نات چرا یو کان نات چرا آی کان نات گو تو آوتساید چی بالاخره یه جمله گفت اون تمام اون مزخرفاتی هم که میگفتید یه کلمه معنی نداره کارورد پرتی پیگ نو این چه معنی داره این به چه زبونیه این کجا انگلیسیه؟ انگلیسیه؟ حرف بزن؟ yes. نه، الان یه سو میفهمم حرف بزن؟ الان چیزی که من میگم بگو 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 که من ازتون خواهش میکنم صبح به صبح که چشتون رو باز میکنم بفهمین بیرون نزم برو بیرون برو بیرون بفهمین بیرون نه، محدد باشید، بفهمین بیرون فور بار جا بفرمایید بیرون. Yes. زشت این کاراتون. به نظرم داری حرفای بد بهم میزنی نه؟ برو بیرون. بی خود. بفرمایید بیرون. Go out. شما go out. You go out. نه نه بفرمایید. I cannot go out. بفرمایید. چرا you can? I want here. چرا؟ آه دیوونم کرد. بریم بیایم. بریم بیایم. یک دو سه. بریم بیایم. ارواح عزیز یه بعد هم دیگه همین بریم یک دو سه آره خب عرض کنم خدمتتون که یک مسابقه میخواییم بدیم بین چهار زوجی که حالا یا همسران یعنی زن و شوهرن یا به این شکل میشه که پدر و دخترن یا خواهر و برادرن که البته مادر و پسر اینجا بیست که داشتیم ولی پسر کوچیکتر بوده و برای مسابقه شاید سختش میشه خب الان شماره هاشون اینجاست یعنی 24 نفر که 12 گروهن شماره هاشون اینجاست هر کدوم از اینا نشانه یک گروهه و انتخاب میکنیم ببینیم که دوتای اول با هم مسابقه میدن دوتای دوم با هم مسابقه میدن برنده هاشون میرن برای فینال با هم دیگه رقابت میکنن برنده هم یک برنده آخر هم 1,000,000 تومان جایزه میگیره نفر 500,000 تومان بهشون جایزه میدیم آماده این اولی شماره 7 بزنیم بیا تشکر کنین اصلا بله جانم چرا این زوج؟ خب ثبت نام کردن اصلا یه زوجی که من میگم یه زوجی که مردم میگن بابا چه ربطی داره ثبت نام کردن شرایطشو داشتن با این چیزایی که ما گفتیم آه پس از قبل میدونستین اینا بیا برادر من شما بیا اینجا بیا اینجا به همه چی شک داری بیا خوبه انتخابات مملکت دست ما ریز بریز من زیر نظر دارم این خنده بلند ریز بریز نگاه میکنم این خنده شما یه دونه از اینا رو انتخاب کن این میشه گروه بعدی که با شما رقابت میکنه شماره 9 سب کن من یه ذره جا باز کنم براتون مادر اینجا پسر اینجا لطفا خب شما 9 بگیری مادر پسر مادر و پسر گروه بعدی شماره 6 خواهر برادر
خواهر برادر. شما از قبل گفتین زوجا بیان بعد... گفتیم یا خواهر و برادرها یا مادر و پسرها یا پدر و دخترها یا زن و شوهرها. آها دو تا برادر نمیشه؟ نه دیگه اونا زوج نمیشن؟ میخوایم... نه میخوایم حتما یکیشون خانوم باشه یکیشون آقا. یکیشون آقا زوج و زوجه. و شماره سه ابتدا شما دوتا با هم رقابت میکنید، بعد شما دوتا با هم، بعد دوباره شما دوتا با هم، بعد دوباره شما دوتا با هم. برنده تون که جمع امتیازش گرفت از این گروه میاد بیرون، از این گروه میاد بیرون، با هم دیگه یک مسابقه نهایی میدن که معلوم میشه که جایزه رو میگیره. به نام خدا، مرتضی محمدی هستم. آی مرتضی خان محمدی، میکروفون بدین به همسر. خواهر برادر. خواهر برادر بابا چی قشنگ. خواهر معرفی. خانم فاطمه محمدی، متشکرم. خانواده محمدی، از این طرف عاطفه احمدی. عاطفه احمدیان. به نام خدا، ست امیررضا میرکاظمی است. میرکاظمی و احمدیان، مادر و پسر. تشویق. به نام خدا، سعید شکیبی است. آقای شکیبی و دخترم. و دختر ستایش شکیبی. ستایش شکیبی، پس خانواده شکیبی. میشه بنویسی؟ بله بله همیتونم. آره. خانواده محمدی، خانواده احمدیان، احمدیان و شکیبی، میرکاظمی و خانواده شکیبی. و شما هم خودتون معرفی کنید؟ به نام خدا، محمد رضا عبدی است. آقای عبدی. و خواهر خودش معرفی کنه؟ به نام خدا، بهنوش عبدی. بهنوش عبدی، خیلی خوب. خیلی هم قشنگ و زیبا. بله. اول شما لطفاً. خانم محمد، آقای محمدی، اونجا یه تصویر میاد. شما باید صدای اون تصویر رو در بیاری. خانم محمدی حدس بزن اون تصویر چیه؟ چی شده؟ هر پنج عکس میفهمم. پنج عکس. هر گروه پنج عکس. خیلی خوب. آماده این؟ دوستانم نگن لطفا. شما هم نگین، بزنین ببینیم خودشون چیکار میکنن. آماده؟ من عذرخواهی میکنم. بله. خب اونایی که اون پشت نشستن نه نمیگن، راحت بگن با اشاره. نه نگن نگن، من دارم میبینم. نگین. آماده؟ یک دو دیگه. حالا یک لطفا میکروفون بگیم. آها یک دو سه برو. شیشه پاکو. آفری چه جوری گفت؟ نگین آخه این شیشه پاکونه. خب اینطوری بریم. آماده؟ خیلی خوب. آها شما حتی شیشه برف پاکونه منظورت بود، ولی درست گفتی شیشه. برگرد نگاه کن، برگرد نگاه کن، این بوده. آماده؟ بعدی نکن اون کارو، صداشو در بیار. ثانیه داره، بریم بعدی. فوت؟ خب بعدی ترمز ماشین. بگید بگید. نه همه شم یه شیش داره که یا فوت یا فوت میکنی یا شیش میگه. بریم. آها یه کار دیگه بگو. آها موتو این چیه؟ موتو خب بگو. آفره. پنج تا بود. خیلی متشکرم. از پنج امتیاز شما دو امتیازش به دست آوردین.
پسر روی صندلی، مادر اینجا. اینجا خانم لطفا. من اینجا وایستم ایراد نداره اینجا بایستم. میخواین چی کار کنید؟ نظارت کنم. اون قبلی با صورت شما نمیدیدید اینجوری اینجوری اشاره میکرد. خیلی خوب. بعد جزنی میکرد. لطفا این کارو بکنید. خانم آماده این؟ ببین با صورت اینو پرت میکنم آم. با صورت اشاره کنی اینو میزنم. آقا آماده این؟ لطفا یک دو سه. یا پشمالوه ده حرف نزن فقط صداشو در بیار بعدی داره درست میگه آها ابو قلمون بعدی تق 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 کفشو پاشیدم آفره برو بودو صدا نداری چرا صدا داری دست چه بگی؟ بعدی بودو بودو دست چه بگی؟ پرنده بلبل سوت زدن سوت زدن نه سوت باشه قبوله بفرمایید متشکرم سه تا رو گفتن درسته آماده پنج تا تصویر اینجا بایستید یک دو سه آره موشک بار هواپیما بعدی بلبل می چره صدا پرنده میده بابا خیر خیر چی آها واسه صداشو که میتونی حدس بزنی بفرمایید اون که میگفت عزیزم اون که پدر میگفت اینا دریا بود اون که میگفت اون اتوبوس بود اونم که همه گفت ورزشگاه بود استادیوم ورزشی حالا فوتبال هرچی و دو تاشو گفتن چیپسو گفتین و حتی چیپسو شما گفتین ولی حالا ادنه آره حالا گفتم خیر دیگه هرسم در اومده بود صده بلبو میداد به جای چیپس گروه بعدی لطفا عبدی گروه عبدی بله 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 برو بریم یک دو سه سشوار گرگ گرگ باد یعنی چی بود؟
یه گرگیه که باد داره میبرش. بودو تنکه موتور خوب داره میگی؟ آب بگیری؟ ای بابا کجا خوب میگه آقا؟ این کجا صدا اینه؟ بیشتر تلاش کن. من بگم تو که بدتر کردی. خدا خیلی خوب بود. دوزار بود. بودو بعدی یعنی چی؟ بودو نه دارم میگم بجو بچه دستشو بگی گریه بودو موتور موتوره موتور گازی آفره یکی دیگه آقا با دست داره اینجا قبوله شیشه پاکن شیشه پاکن ماشین آره دست پاکن خب شما تشریف میارید اونجا خانم تشریف میبرن اونجا خب سرکار خانم شما همینجا وایسین فاصله شون اینا رو بگیرین خب نه آقا نه بچه‌ش بنده نه کتشون رو در آورد او خوابشون نبره من اون اونجا خوابم گرفت خوابم گرفت بیاین پایین آها خیلی آماده بفرمایید 1 2 3 آه نه ولی خیلی خوب بود آفرین همه اینا 10 امتیاز این 20 امتیازه برو بریم یه دونه گرفتی یه 10 گرفتی برو آفرین 30 امتیاز تموم شد کشبند رو بردارین عالی بود گوره محمدی چه امتیازایی گرفتن گوره محمدی ترکوندن آفرین 2 تا 20 امتیاز 2 تا 10 امتیاز در مجموع 60 امتیاز تشریف خب آقا من به یک نتیجه رسیدم این خانم آقا تو کارهای خونه به هم خیلی کمک میکنن خواهر برادر بودن من حالا خب چه میدونم اید که میخوام برن خونه تکونی خونه هم دیگه کمک میکنن ایشون شیشه بری. پاک میکنه کار به هم کمک میکنن آماده برو بریم 1 مامان فقط بنداز بالا 1 2 3 وای خیلی محکم بود آرومتر نه اینقدر آرومتر دین این اون بنداز بالا بندازین بالا خیلی ممنون گروه مادر و پسر امتیازی نتونستن بگیرن ولی یه دونه 20 امتیازی زدین از دست دادین یه دونه 10 امتیازی از دست دادین اینا رو به این نتیجه رسیدم که تو خونه اصلا نه تنها به هم کمک نمیکنن بلکه هرچی این میگه اون گوش نمیکنه هرچی اون میگه این گوش نمیکنه کار جگنی هم میکنه آره همش در حال گروه پدر دختر بیاین 1 2 3 بالا بنداز بالا با آره بالا آفره 20 امتیاز آقای شاه حسینی میپذیریم 20 امتیاز نه تش باید معلوم بشه درسته الان هیچی 20 امتیاز هم نداری بله دوباره نه اون باید بمونه توش نکته هم اینجاست که باید در انتها ببینیم چند تا حلقه توی این شاخه ها واسطاده خب گروه بعدی خواهر برادر عینکو بدیم به من این هم که میدم به مسئول این هم آماده؟ بله. 1 2 3
آره خوب بود. آره هم وای محمد شما عالی هستی. محمد خوش خدا همه رو داره با اون بیسته میگیره ولی نمیشه با بیست نگیر. آها برو مرسی محمد. خب خیلی هم ممنون و تکلیف برنده بازنده ها معلوم شد. گروه نه میرن به مرحله بعد که مسابقه پانتومیم و اسفامیل بدن. از این ور گروه خواهربردر محمدی و از این ور گروه خواهربردر عبدی میرن بالا. درسته؟ آره؟ آره دیگه؟ آره. متشکرم. بریم بیاییم مرحله بعدش رو برگزار کنیم. رو به اونجا یک دو سه بریم بیا. سلام چطوری این چه خبر خندمانه داره خوش میگذره الان اینا رو بگم بود دیم بریم بقیه خندمانه رو ببینیم کیف کنیم بهمون خوش بگذره. توجه کنیم اونهایی که هنوز اپلیکیشن ایوار رو گوشیشون نصب نکردن کیان دست بالا. اوه شما این چرا همچین کاری میکنین؟ بجنبید عدد یک رو به 2444 ارسال بکنین رو گوشیتون پیامک بزنین و لینکش براتون میاد. بینگ پیامک میشه لینکش میاد میزنین روش اپلیکیشن رو گوشیتون شروع میکنه به نصب شدن و تموم ازش استفاده میکنین. اینجوری میتونیم بریم توی قرعه کشی هر هفته 3 تا 10 میلیون تومان یا به عبارتی 3 تا 20 میلیون تومان شرکت بکنید. حالا چه جوری؟ به همین سادگی که نه، باید تراکنش هم بکنید، یعنی قبض پرداخت بکنید، شارژ بخرید، از این کارو بکنید و اون وقتی که بریم تو یه دونه تقلبم قبلا بهتون رسونده بودم که چی؟ که میتونید جایزه 10 میلیون تومانیتون رو بکنید 20 میلیون تومان. چه جوری؟ اون نشان لبخند هست، اون اسمایلیه. بریم تو پروفایل ایواتون اون انتخاب بکنین بذارین اونجا. اینجوری میتونین فرهنگ لبخند رو هم اشاره بدین. هی به خودتون یادآوری کنین لبخند بزنم و اینجوریه که میتونین جایزه 10 میلیون تومانی رو بکنین 20 میلیون تومان. ببینید همین هفته قبل که قرعه کشی انجام دادیم دو نفر اینجوری گذاشته بودن، اونا 20 میلیون تومان گرفتن، یه دونه نذاشته بود 10 میلیون تومان گرفت. ببین چقدر شده. این بارکدی که گوشه قبض میزنه، این خطایی که اینجوری اینجوریان، اون رو میتونید بارکد خوان داره تو خود اپلیکیشن. این دوربیناتون که موبایلتون که دوربین داره میگیرین اون رو، اونو میخونه و دیگه نیازی به شناسه و نمیدونم قبض و پرداخت و اینا دیگه نیست. دینگ میخونه پرداخت میکنه میره. شمارتون هم بزنین تموم، شمارتون هم بهش بدید بلافاصله میخونه همه چی رو و میدونه که باید چی کار بکنه. دینگ 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 تموم. و همین قرعه کشی هم که میتونید از صفحه اجتماعی خود ایوا تماشا بکنین و جایزه ببرین. بود دوین تراکنش کنین و جایزه 10 میلیون تومانی که لفند به زیرش میزنن دارن انجام بدین. اوکی بودین خدمت بدین. ما خیلی باحالیم. خدا رو شکر. دعوت میکنم از کمدین، از بچه خندانند شوی دو در فصل 5 سهیل غلامرضا پور. سلام. سلام. حالتون چطوره؟ عالی. حالا بغل لسیاتون چطوره؟ عالی. آقا من رو متنم اصلا خنددار نیست. من هر چی میگم شما به فاصله یک ثانیه الکی بخندید. خب یه تمرین بریم. سلام. یه ثانیه نشد. عجله دارین نه؟ حالتون چطوره؟ عالی. گیر کردن یه سری ها گفتن عالی، یه سری ها خندیدن. من هر وقت دیدم مثلا خنددار نیست یه اینجوری میکنم همه بخندین. باشه؟ باشه. خیلی ممنونم ازتون. آقا تو خانواده ما بابام بیشتر از همه رومن خیلی حساس بود. میگفت این باید به نحو احسن بزرگ شه. دقیقاً به نحو احسن بزرگ شدم.
مثلا امروز برگشت به من گفت سهیل ما هیچی نداریم بدیم تو بخوری، چقدر چاقی. گفتم که بابا من ژنم اینجوریه، من شکست عشقم میخورم چاق میشم. گفتش بریم آزمایش بدیم. رفتیم آزمایش دادیم شد 320,000 تومان. برگشتنی بابام تو ماشین زد کنار، دستی رو کشید گفت سهیل 320,000 تومان پول آزمایش دادم، چیزی نباشه خودم میکشم. من من تا خون آرزو میکردم سرطان خون داشته باشم. جواب آزمایش اومد دیدن هیچیم نیست. بابام با شلنگ دور حیات دنبالم، میگو وایسا کاری ندارم. میگونم پدرم هم میخوای بنزین بکشه از من؟ با شلنگ دیگه چند تا کار میکنم مگه؟ این حساسیت های پدرم روی من باعث شد داداشان به من حسادت کنن. یه روز داداش بزرگم یه جلسه گذاشت که آقا یه فکری کنیم، این خیلی دیگه حق ما رو داره میخوره، الان 178 کیلو آدمه، چیکار کنیم؟ بعد داداش بزرگم تاکید داشت همه داداشا تو اون جلسه باشن، بخاطر این منم دعوت کردن. رفتیم و اینا میگفتن آقا این سهیل رو چیکارش کنیم، سهیل رو چیکارش کنیم. تصمیم گرفتن تو غذای من سم بریزن. آقا بخواستن تو غذام سم بریزن. اومدن یه روز یواشکی سر نهار منو نگاه کردن، دیدن من خودم دارم مربای آلبالو رو میمالم رو قیمه با قهوه ترک و تربچه و ماه سفید میخورم. گفتن چیزایی که این داره میخوره سم جواب نمیده. خودشون خوردن یه هفته بیمارستان بودن. بعد یه روز داداش بزرگه اومد گفت سوال دسیسه یعنی چی؟ گفتم که یعنی توته. چطور؟ گفت ما یه هفته است میخوایم علیه دسیسه کنیم، معنیش رو نمیدونیم. گفتم خب برید علیه هم دسیسه کنید. گفت علیه یعنی چی؟ گفتم علیه یعنی بر علیه. گفت بر علیه یعنی چی؟ گفتم این علیه یعنی ضد من دسیسه کنید. گفت دمت گرم. رفت به بابام گفت سهیل سیگار میکشه. بابام اومد تو اتاق گفت سهیل جان کلاغه خبر آورده سیگار میکشی. گفتم یعنی واقعا الان انتظار داری بگم من نه ولی تو چی میکشی با کلا غرف میزنی؟ این خیلی پایین. ناصر محیبی فصل پیش گفت حذف شد. گفت ای باش. رفت. 10 دقیقه بعد اومد گفت سهیل این پسر از شبیه تو روسری میذاره. گفتم مامان. گفت آره. گفت این خیلی اعصابمو خورد کرده. گفتم مامانت خیلی اعصاب منو خورد کرده، یه دونه از اون سیگارات بده بکشم. گفتم آقا من سیگاری نیستم. بعد 10 دقیقه پیش اومدی یه دستی میخوای بزنی، بذار یه روز بگذره. گفت اه رفت. 20 دقیقه بعد اومد گفت شو بودو فندک تو بده میخوام هیزوما رو روشن کنم. گفتم آقا مگه کوهستان آلپ زندگی میکنی میخوای هیزوما رو روشن کنی؟ برو گاز روشن کن، فندک داره خودش. گفت اه رفت. گفتم آقا این یه دستی جواب نمیده، نه یه هر دقیقه تو اتاق من. درم که نمیزنی، انگار مثلا دوز گرفتی، فقط مونده بیا گاز اشکاور بندازه تو اتاق. گفتم آقا ول کن. نه یا. گفت باش. یه ساعت بعد برام اسمس اومد، پسرم سهیل سلام، من دوستت فرید هستم. و من دوستت فرید هستم، بیا پایین با هم سیگاری بکشیم و به فضا برویم. سر راه داریم، دو تا نون هم بخر، مادرت کتلت درست کرده. گفتم بابا من سیگار نمیکشم. گفت ای فهمیدی بابات؟ گفتم آره دیگه. گفت از اینجای فهمیدی؟ گفتم پسرم سهیل. گفتم نه. گفت اینجا گفتم نون بگیر؟ گفتم نه. گفت اینجا که کتابی نوشتم؟ گفتم نه. گفت کجا فهمیدی؟ گفتم خب با خط خودت اسمس دادی. کجا فهمیدی چی؟ خلاصه این دسیسه ها انقدر زیاد شد که من دیدم نمیتونم بمونم. واقعا تهران برای یه کاری برای مصاحبه منو دعوت کردن، اومدم تهران. از ترمینال اومدم بیرون یه تاکسی گرفتم. تاکسیه یه دست بزنیم من گلوم دوباره خوش. به خدا یادم نرفته، تشنمه. آقا تاکسی رفت تو اتوبانی. بهش گفتم آقا ببخشید ما الان کجاییم؟ گفت اتوبان همت. 10 دقیقه بعد ازش پرسیدم ببخشید ما الان کجاییم؟ گفت همت. نیم ساعت بعد گفتم آقا ببخشید ما کجاییم؟ گفت همتیم دیگه. یه ساعت بعد گفتم آقا ببخشید ما همت. 2 ساعت بعد من خوابیده بودم، خودش صدام کرد گفت همت. گفتم آقا چقدر همت؟ بس دیگه، ما رش یه همت میکنیم 2 ساعت از رش میریم قزوین، شما هنوز توی اتوبانی؟
بعد اونجا مدل اینجوریه، شهر خیلی کوچیکه، شما یه کوچه اشتباه میری وارد یه شهر دیگه میشی. یعنی شما به بچهای دو تا کوچه بالاترتون میگین هم محلی، ما میگیم هم وطن، چون مال شهر دیگه ان. بعد یعنی اینجوریه، ما خونمون اینجاست، دو تا کوچه پایینتر میشه فومن، خونه عمومه. چهار تا کوچه اونور پایینتر میشه آستارا، خونه عممه. سر کوچه‌مون یه آپارتمانه، طبقه اولش دایمه، سوم سرای، طبقه چهارمش خاله من عملشه. آقا یکم گذشت دیدم یارو گفتش که داداش مشکلی نداری من یه سیگار بکشم؟ گفتم نه راحت باش بکش. یه گوشو برداشت گفت خانم من اون گوجه ها رو خریدم. نه مشکلی نداره، بقیه میکشم مثل که مشکلی نداره. آره اون گوجه ها رو خریدم. چی؟ از خودش بپرسم بکشه فلان؟ حله های غلام زبور، حله مرسی. عزیزم سیگار نمیکشی؟ گفتم نه مرسی. اه بابا تو قیافت مشخصه، تو اهل جنسی؟ گفتم بابا نمیکشم. بیا یه دونه اصلا بکشی ازت کرایه نمیگیرم. گفتم آقا نمیکشم. گفت باش. آقا غلام زبور میگه نمیکشه اصلا، گوجه ها رو خریدم. نمیکشه این. آره من برگردم، حله مرسی. برد منو همونجا که سوار کرده بود پیاده کرد. گفتم الان کجاییم؟ گفت همت رفت. دیدم اینجوری نمیشه، باید با مترو برم. ورود کردم برای اولین بار تو مترو، داشتم میرفتم دیدم 50 نفر مثل چی دارن میدونن. گفتم یا ابوالفضل. رفتم یه گوشه نشستم، حراست اومد گفت چی شده؟ گفتم حمله تروریستیه، بشین. گفت مزار شریف نیست که اینجا، ایستگاه دروازه دولت، اینا دیرشون رو دارن میان سر کارشون. گفتم چقدر عجله دارن اینا. رفتم نشستم، رفتم تو مترو. بعد یه چیز جالبی داره مترو، یه سری ها نشستن صندلی ها پره، یه سری ها سرپان. فقط اینایی که سرپان میرن میان، اونایی که نشستن تکون نمیخورن. یعنی شما ایستگاه اول سوارچی هستن، آزادگان هستن، قائم داری پیاده میشی، نشستن میرن پارکینگ. اینقدر من سر این مسئله عقده‌ای شدم، یه بار تو مترو بودم سرپا جا نبود، اومدم پیاده شدم دیدم صندلی خالی شد، رفتم نشستم تا ایستگاه آخر رفتم. تاش منو با لگد پیاده کردم. بعد من موندم به خود چرا یه سری اینجوری تو مترو تو تهران ناراحت، اعصابا داغون، همه خسته. همین مترو تو رشت بود، یه ایستگاه رد میشد، یه نفر بلند میشد میگفت این روز بوشم کنوز کله، کنوز بیشم این بر بره، ایدن میدا هندکته، همه آماده میزان. اینجوری آقا. بعد اینقدر خیلی فامیلم ها ببین میرم شبیه منه. جدی اولین اجرامه که هیچ فامیلیم در سالن نیست، خیلی بهتر میخندن، عجیبه. حسودم فامیل های منش کنم نمیخندن. آقا مترو انقدر به هم چسبیده بودیم همه، یه نفر تا کمر تو موبایل من بود. رفتم توی خط دیگه چسبیده بودم به یه آقایی به شدت، دیدم چپ چپ نگاه میکنه. گفتم آقا خب چیه مترو چسبیدن عادیه دیگه؟ گفت عادیه ولی نه وقتی که قطار خالیه. گفتم آقا ببخشید من فکرم حتما به این بر بچسبم. رفتم نشستم دیدم نشستم دیدم یه دست فروشی داره میاد سمت سیگار داره. گفتش که آقا این سیگارا باکسی دم کارخونه 100 تومن، من میدم 5 تومن. آقا سوهل میخوای؟ گفتم اسم من از کجا میدونی؟ اسم من از کجا میدونی؟ گفت تو بده 4 تومن. گفتم آقا حرف عوض نکن، اسم من از کجا؟ گفت 3 تومن. گفتم آقا حرف کو، آ خریدار نیستی داری الکی مسخره بازی در میاری. رفت. بعد داش میگه آقا غلامزاده نمیکشه دیگه. آقا چله منو تا تهران باشودی آوردی، ول کندی نمیکشه. آقا ما هر جا تهران رفتیم یه نفر سیگار دستش بود داش به من میداد. یعنی من گشنگی داشتم میمردم ببینم بره غذا به من نمیداد، همه سیگار میدادن. دیدم اینجوری نمیشه. آقا برگشتم رشت، فهمیدم اون کاری هم که مصاحبه دعوت کرده بودن بابام دعوت کرده بوده منو که ببینه من میکشم تو راه یا نه. برگشتم رشت، دیدم آقا داداشم جلوی در وایستادن، ریش بلند شولیده. گفتم بابا چیزی شده؟ گفتم بیشون ریشتراشو چرا بردی؟ رفتم داخل دیدم بابام داره سیگار میکشه. چیکار کنم من با این سوهل بفهمیم؟ میگه هیچی. دم احمدتون گرم، خیلی مخلص.
مخلصی. Tan di du yo bom bom de ya me colli shande arse shande ya me colli shande arse shande miliarde miliarde arse shan miliarde 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 arse shan miliarde alla ya e shande ame mi tu na shande alla ya e shande chamo tu na shande alla ya e shande مرحله آخر امشب ببینم خربردارا چی کار میکنن. خانم و آقایون، برای بنابر راحتی خودتون اجازه دارید هر گروه دو بار بیاد اینجا، اجازه دارید هر دو بار یه نفر بیاد. یکی نفر میاد اینجا یه کارای انجام میده، یه نفر اونجا میمونه حدس میزنه. پانتومیم دیدین دیگه تو خندوانه دیگه ها، خودتونم که بازی کردین. منتها ماجرا اینه، وقتی میان اینجا یکی از اینا رو میکشین، اون تو یه حرف هست، یه تخت شاسی بهتون داده میشه، میان اینجا حرفی که در اومده اسفامیلش اینجا، اون چیزایی که اینجا وجود داره، عناوینی که اینجا وجود داره رو مینویسین. توی 30 ثانیه فرصت دارید 1 2 3 4 5 6 مورد رو بنویسید. بعد اون هر کدومی که نوشتین توی این 30 ثانیه، هر چند تاشو تونستین بنویسین، همونا رو بعد اجرا کنین. یارتون درست 700 امتیازشو میگیرین. آماده این؟ 1 2 3 دیگر داریم. آماده؟ این دست شما چک کنید دیگه از روی این. یک دقیقه وقت داری همه اینا رو اجرا کنی. خانم محمدی ببینین، اولین چیزی که اجرا میکنن که حد زدین، بدونید بقیه چیزایی که اجرا میکنن با همون حرف اول اون شروع میشه دیگه. مثل اسفامیل الان با یه حرفی همه اینا شروع شده. آماده؟ یک؟ نه شما حد بزنین چی گفت، چی داره اجرا میکنه. اونی که گفتیم بقیهش هم تکلیفش معلوم میشه با چه حرفی شروع میشه. 1 2 3 دریا، موج، راه رفتن، باد ز ز مارپیچ، مار. آفرین. بعدی میمون، مرغ. بعدی موز. بعدی مشهد. آفرین. مشق، مداد. آفرین. تمام. چی بود؟ باحال بودی محمدی، باری کلا. خانم متشکرم، بردارین اینو. چی بود؟ آخریش چی بود؟ آخریش سریال یا فیلم بود که میوه ممنوعه بود. ولی من برام جالبه این که باد رو زمینه، مگه اینجوری میگه باد؟ آره بعد دراز کشیده اینجوری. چی رو؟ سر ما رو لب زدن. حالا آخ مارشون رو حساب نمی کنیم. شیشتاشو نوشته بودن، 4 امتیاز اینجا، 6 اونجا، 10 امتیاز. متشکرم. 1 2 3 We'll be right back.
همینه؟ نه شیر آب مانده. خیلی آماده؟ آماده؟ پنج مورد از شیش مورد رو نوشتم. آماده؟ یک دو سه. گوسفند، گاو، شیر. شیر برنج. شیرین. شلیل. شیر آب. جهان رو نشون بده. جهان کره زمین نشون بده. شمش طلا. نه خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. شیلی بود اون کشور یا شهری که انتخاب کرده بودن، شیلی بود. آخریش رو هم که فیلم و سریال بود اصلا نرسیدن بنویسن. پس بله 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 چند تا بود؟ پنج تا نوشته بودن، چهار تا چو گفتن. پنج تا شو نوشته بودن، چهار تا چو گفتن، نه امتیاز. درسته؟ ده نه. ولی در اصل باید میگفتی. تنگاتنگ ها الان اینجا همه چی تکلیفش روشن میشه. چون امتیازهای قبلی اصلا محاسبه نمیشه دیگه، فقط باعث شده شما به فینال برسید. خب از گروه شما کی؟ یعنی اون دوتا دیگه بازی نمی کنه؟ کدوم دوتا؟ دوتا گروه دیگه. نه دیگه حذف شده. بله بله. آخه بفرمایید. یک دو سه. تمام. چهار مورد از شش مورد رو نوشتن. آماده؟ یک دو سه. نه 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 نگه داریم. یک دو سه. اسب. انگور. انار. عراق رو داشتی میگفتی؟ پالایشگاه بود دیگه. آها پالایشگاه داشت نشون میداد. عراق، شهر عراق. منم نفهمیدم دیگه، داداش شماست، به ما ربطی نداره. به نظر من قطع رابطه کنی. اون عیدم که میرین تو خونه هم کار میکنی نری. تیم شما سه مورد گفتن، چهار مورد نوشتن، سه مورد گفتن، هفت امتیاز. ده امتیاز هم داشتن، 17 امتیاز. نه امتیاز داشتن، بعد ببینیم چند. شما اگر بخواید مساوی شین حداقل باید 8 امتیاز بگیریم. انشاءالله. برو بریم. نه وارد نه. یک دو سه. نه اون شهر یا کشور نیست.
شش مورد از شش مورد چهار مورد رو نوشتن و اگر هر چهار مورد بگیرید مساوی میشید. آماده؟ چقدر هیجان انگیز. یک دونش هم نگیم باختیم. آماده؟ یک دو سه. تخم مرغ، مای تابه، تابه، غذا، املت، نیمرو. نارگیل، نمک، نمک، نمکدان، نغمه. برو عدیم بردیم. خب نرگس بود، خیلی انتخاب سختی بود. در لحظه وقتی خواست بنویستش انتخاب سختی کرد. البته یه مورد پنجم هم نوشت که از نظر ما قابل قبول نبود چون شهر به حساب نمیاد. شهرک نه، نارنجستان. خیلی خب برنده مسابقه خانواده محمدی شدن، خربردر محمدی. انتخابشون خیلی ممنون. شما دوم شدین توی مسابقه، جایزه بهتون تعلق نمیگیره. میفرمایید میشینید. ممنونم. بفرم شما بفرمید. نه نه هست. نه بابا خدمت شما، مبارکتون باشه. جایزه رو 780 تقدیمتون میکنیم. چرا اول به خانوم ندیم؟ خیلی خیلی خوشحال شدیم که در این مسابقه بسیار بسیار قشنگ برنده شدید. این از طرف 780، اینم از طرف 670 خدمت شما. خیلی ممنونم. بریم بیایم و به پایان برنامه داریم میرسیم. یک دو سه. خنده خنده های جانان توی خانواده چه باحاله. خنده خنده های پر از انرژی های مثبت توی توی خانواده. خنده خنده های جانان توی خانواده چه باحاله. بدانگاه امشب، یعنی گاهی برای آگاهی، بخش‌های متنوع و آموزنده از متخصصین مختلف و با حال خندوانه‌ای دعوت می‌خوام بکنم. از که می‌دونید اصلش در قاچه، اینجا تعداد کمی از بدانگاه‌ها می‌بینید. دعوت می‌کنم از جناب آقای دکتر علیرضا زمانی. سلام. 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 علم مدیریت یه اصطلاحی داره بهش میگن هزینه اثر بخشی. میدونین چیه؟ یعنی چطوری با کمترین هزینه بیشترین سود رو ببرین. حالا توی بحث نصیحت و توصیه هم همینه. گاهی از من میپرسن اگه یه توصیه بخوای بکنی که بیشترین اثر رو داشته باشه، یعنی اینجا هزینه‌مون وقتیه که از شما میگیریم ولی اثر بخشیمون این که سود بهمون برسونه بیشتر باشه، گاهی از من میپرسن من اگه بخوام یه توصیه بهتون بکنم فکر می‌کنین چیه؟ گوشیاتون رو تو روز چند ساعتی خاموش کنین. همینه. چرا این انقدر اثر داره؟ این نمیشه هم جواب میدم که چه جوری یه کاری کنیم بشه. چرا انقدر اثر داره؟ ببینین یه توهمی ما داریم، فکر می‌کنیم که توانایی ذهن ما حد اکثره، بی‌نهایته. نه، ذهن ما تواناییش محدوده.
رئیس جمهور یکی از کشورهای بزرگ دنیا که پرجمعیت‌ترین کشور دنیا هستش یه بار گفتش که من توی کمد قفس لباسام فقط یک جور لباس دارم، 10 تا ازش دارم ولی فقط کت شلوار مشکی دارم و پیراهن سفید، برای اینکه وقت من باید برای تصمیم گیری برای کشورم گرفته بشه، نه برای این تصمیم گیری سر اینکه کدوم لباس رو انتخاب کنم. یعنی چی؟ یعنی اگه من صبح میخوام انتخاب کنم کدوم لباسم رو انتخاب کنم، یه مقدار از منابع مغزیم رفته دیگه، واسه تصمیم های مهم منبعی ندارم. این گوشی هم همین جوره. باز یه توهم دیگه داریم، بعضی از همکارای روانشناس هم روش در واقع به عنوان شوخی دامن میزنن بهش که غلطه، اونم اینه که ما میتونیم چند تا کار رو با هم بکنیم. غلطه. هیچ کسی، نه خانوما نه آقایون، بعضیا میان تو صحبت میگن خانوما میتونن چند تا کار رو با هم بکنن، آقایون نمیتونن. نه، از نظر روانی هیچ کی نمیتونه چند تا کار رو با هم بکنه. ما فقط میتونیم بین کارهای مختلف سوئیچ بکنیم. یعنی اگه شما تلفن حرف میزنین، همزمان دارین یه چیزی هم میخونین یا به بچه دیکته میگین، شما بین تلفن حرف زدن و دیکته گفتن سوئیچ میکنین و این سوئیچ کردن از مغز ما انرژی میگیره، باز قدرت ما رو پایین میاره. این موضوع به حدی زیاده که میگن اگه گوشی موبایل شما خاموش باشه، کنار دستتون ولی باشه، ببخشید روشن باشه ولی کنار دستتون باشه، گوشی موبایل روشنه کنار دستتون، یه ساعت نشستین دارین درس میخونین، تو این یه ساعت نه اسمسی میاد نه پیغامی، با این وجود 10 شماره از آیکیو شما کم شده تو اون یک ساعت، با 10 شماره پایین تر از آیکیوتون کار میکنین. چرا؟ برای اینکه ما یه قسمت از روانمون همون روان انسان اولیه است، همون مغز انسان اولیه است. انسان اولیه وقتی که بیرون میرفت همیشه باید یه 10% حواسش سر این بود که شیر بهش حمله نکنه، و وقتی که توی غار بود خیالش راحت بود، اونجا خیالش امن بود. وقتی ما گوشی رو روشن میذاریم مغز نمیتونه فرقی بذاره بین شیر یا خانم من که به من زنگ میزنه. اون تلفنه که زنگ نزده ها، ولی 10% حواس هم اونجا هستش که مبادا این تلفن زنگ بزنه. پس وقتی شما گوشی رو یواش یواش شروع کنین، شده 1-2 ساعت کار مهم میکنین، حتما گوشی رو خاموش بکنین، کاری که براتون اهمیت داره روش میخواین خیلی انرژی بذارین. حتی الان یه موقعی میگفتن کارا رو کامپیوتر بکنین تایپ سریعتر میشه، الان میگن خیلی از بزرگان خلاقیت میگن 2 تا میز داشته باشین، یه میز کامپیوتری یه میز جدا. من دارم یه ال درست کردم، با چوبم درست کردم، با چوب پایه خودم گذاشتم، ولی یه بار که سرمو میگردونم دیگه اصلا کامپیوترمو نمیبینم، خاموششم میکنم، رو کاغذم کار میکنم. وقتی رو کاغذ مینویسین یه جوره دیگه کار میکنه. گفتن نمیشه، یه درس از من، یه تجربه از من، دیگران هر گونه که شما باشین با شما عادت میکنن. وقتی که هر دقیقه جواب میدین عادت میکنن که هر دقیقه جواب بدین، و وقتی جواب نمیدین بهتون گله میکنن. خیلی وقتا کارفرماهامون هم همینجورن، توقعای یه مقدار زیادی دارن، انتظار دارن ما تو تاکسی تو مترو هم جوابشون رو بدیم، کارشون رو انجام بدیم. این توقع رو ما خودمون میتونیم قطع بکنیم. من اون موقعی که لازمه گوشیم وصله، بعد یواش یواش با شما عادت میکنن، میگن دکتر زمانی گوشیش مثلا 2 ساعت تو روز وصله، 8 تا 9 شب و 10 تا 11. پس من جنبندی کنم، یه کار عملی اگه میخواییم بکنیم و اثرش رو خیلی خوب میبینین، اون کارهایی که دوست دارین روزی 1-2 ساعت گوشی رو خاموش کنین، بذارین کنار، هم از اون کار بیشتر لذت میبرین، هم توان مغزتون رو بیشتر حفظ میکنین. ممنون. الان بین ما کیا تصمیم گرفتن این کار رو بکنن؟ واقعا دارین میگین؟ دمتون گرم. مرسی. ممنونم دکتر. من هم همینجور متشکرم، خیلی ممنون، خدا نگهدار. 1 2 3 دور هم جمعیم ما توی خندوانه، وقتی عشق باشه دیگه همه چی فانه، برو برو از این خونه به اون خونه، خونمونه نه نه، زندگی جریان داره مثل رود خونه، خندوانه خندوانه. خب بگیم یه کمدین، یه بچه جدیدن این تشریحاتون داره شبیه زوزه های گرگ و اینا میشه، او یه چشورت یاد شبیه صده ارواح و اینا تو فیلم های ترسناک، یه ذره مراقبت بکنیم. الان یه بار تشریح کنیم. دعوت میکنم از کمدین
بابک رفایی. سلام. سلام. شما خیلی باحالین. خیلی. شما خیلی نازین. خیلی. منم خیلی نازم. خیلی. من حرفتون رو باور میکنم. من معتقدم که حرف همسر تاثیرگذاریش خیلی بیشتره. ایشون معتقده که آدم زشت اصلا وجود نداره. یعنی خود من الان اصلا وجود ندارم. یه ذره خجالت بکشم. همیشه هم میگه بزرگوار تو اصلا زشت نیستی، اینا همش خطای دیده. یعنی از جایی که من واستادم دارم نگاه میکنم یه فرش میبینم، دو تا کفش و یه پادری. من آدم زشتی رو اونجا نمیبینم. بهش گفتم عزیزم خیلی ازت ممنونم، تو قوت قلب منی، این حرفات به من انگیزه میده. گفت تو هم باعث میشی یه عده آدم زیاد احساس بهتری نسبت به خودشون داشته باشن. خود منم از وقتی که با تو آشنا شدم و با هم دیگه زندگی میکنیم، کنارت راه میرم، احساس میکنم که زیباییام چندین برابر دیده میشه. طفلک خیلی آدم صادقی بود. گفت از همون روز اول اینو حس کردم. روز اول توی شهر بازی من دولا شدم بند کتونیمو ببندم، دیدم یه نفر یه سکه گرفته دستش داره فشار میده اینجا، میگه دیری 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 دی. گفتم خانم شما بچه نیستید، این چه کاریه دارید آخه انجام میدید؟ گفت بابا من سکه رو ننداختم، این داره حرف میزنه. پا شدم واسم، گفت بابا تکون خورد. کت باباشو گرفت اینطوری اینطوری که بابا اینو بخر، میخوام ببرم خونه باهاش بازی کنم. باباش اومد جلو گفت سلام بزرگوار، میشه ازت خواهش کنم دختر منو یک ساعت سرگرم کنی؟ گفتم آقا اینجا شهر بازیه، این همه وسیله من سرگرمش کنم؟ گفت بله لطفاً، چون از کل این شهر بازی فقط تونل وحشتش رو دوست داره، امروز استثناءً تعطیله، شما نزدیکترین گزینه به تونل وحشتی. گفتم دست شما درد نکنه، ولی آخه. گفت جوون مردی کن. آقا ما یک ساعت تموم جوون مردی کردیم، یعنی واستادم گفتم دی ری 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 ری. گفت بس تشنمه. گفتم من که دیگه آب سرد کن که نیستم. گفت آب نمیخوام، آب هویج میخوام. گفتم آب میوه‌گیری که اصلا نیستم. باباش از دور گفت جوون مردی کن. گفتم هویج از کجا بیارم؟ گفت اونها اونجا آب هویج فروشی. رفتیم گفتم آقا دو تا لیوان آب هویج به من بدید. گفت بابا آب هویجم میخوره. خود فروشنده یه نگاه به من کرد، یه نگاه به ایشون کرد، یه نگاه به من کرد. گفت پول داره عوضی؟ رفت. من فکر کردم اشتباه شنیدم. این اتفاق چند بار دیگه هم افتاد. یعنی رفتم تو مانتو فروشی، اومدم مانتو رو حساب کنم، یارو یه نگاه به من کرد، یه نگاه به ایشون کرد، یه نگاه به من کرد، گفت پولدار کچل عوضی. من یواش یواش داشتم به پولدار بودن عادت می‌کردم. برای تولد من عکس منو گذاشت تو فضای مجازی، زیرش نوشت جوجه اردک زشت من تولدت مبارک. همه تا پایین نوشته بودن پولداره. یه نفر دیگه نوشته بود که مسخره کردن چهره زشت دیگران اصلا چیز جذابی نیست، لطفاً عکس این بدبخت رو از صفحه‌تون پاک کنید. یکی دیگه نوشته بود که این الان واقعاً قیافش این شکلیه یا داره ادا در میاره. یکی دیگه نوشته بود، این یکی دیگه بابای خود ایشونه، نوشته بود دخترم یه جوجه اردک زشت و قبل از اینکه تبدیل به قو بشه بخرش. من دیگه خیلی عصبانی شدم. باباش اومد منو دید، متوجه شد، گفت واقعا تقصیر ایشون نیستش، من از بچگی برای اینکه ظاهر آدم رو قضاوت نکنه داستان جوجه اردک زشت رو براش تعریف میکردن. الان شما ببخشید. گفتم اولندش که من جوجه نیستم، کاملا بالغم. دومندش من اردک نیستم. سومندش گفت خدا وکیلی زشتی. گفتم خب ایرادی نداره، شما یه قصه دیگه تعریف میکردین. گفت من هر قصه دیگه میگفتم به نفع شما نبود، کاراکتر محوری که با صورت شما جور در بیاد همین جوجه اردک زشت بود. گفتم شما شنگول منگول رو میگفتی؟ گفت میشدی اون گرگ بدجنسه. گفتم شما پینوکیو رو میگفتی؟ گفت میشدی گربه نره. گفتم خاله سوسکه رو میگفتی؟ گفت 100% میشدی سوسکه. گفتم که چیکار باید میکنم؟ گفت میخوام یه خواهشی ازت بکنم، یه دست به افتخار خودتون بزنید.
گفت میخوام یه چیزی رو بهت بگم. گفتم جانم. گفت دیشب از من پرسید که این کی قو میشه. گفتم شما چی گفتین؟ گفت من چیزی نگفتم ولی خودش فکر میکنه بعد ازدواج. گفتم شما چی گفتین؟ گفت میخوام یه قولی به هم بدی جوون مردی کنی. گفتم خوشبختش کنم. گفت نه گوشی. گفتم گوشی؟ گفت گوشی. گفتم گوچی؟ گفت گوشی. گفتم گوچی؟ گفت گوشو. گفتم گوشو. گفت آقا قوبشو. گفتم من اصلا قصد ازدواج ندارم، خداییش قرار بود یک ساعت سرگرمش کنم، جوون مردی کردم الان من رها کنید. گفت نه عزیز دلم، به خودم اومدم دیدم با شیرینی و گل تو مراسم خواستگاری. مامانش با مش کوبید رو میز، گفت من با این ازدواج مخالفم. باباش گفت چند لحظه صبر کنید، من فقط خوشحالی دخترم برام مهمه. دو تا چیز از بچگی دوستش داشت و عاشقشون بود که هر جفتش در درون تو وجود داره. یکیش جوجه اردک زشته، دومیش تونل وحشته. شما جفتشو داری؟ مبارک، دست بزنید. ما سر مراسم هم کاملا با همدیگه توافق داشتیم. یعنی گفتش که بعد خواستگاری بله برون، شیرینی خورون، جهاز برون، حنا بندون، سمندون. گفتم ببخشید سمندون رو من اولین بار میشنوم. گفت بزرگوار شما که قصد ندارید برای دفعه اول یهو بیاید تو فامیل ما، بذار یه ذره ببیننتون، باهاتون کنار بیان، خو کنن، بچه کوچیک دارن، پیرزن دارن، پیرمرد دارن. گفتم مامان یه چیزی بهشون بگو، نه چرا اینطوری حرف میزنن. گفت صد بار بهت گفتم تو جنب من نگو مامان، خودت یه کاریش بکن. آقا رفتیم تو عروسی، حنا بندون بود، من خوشم اومد یه ذره حنا برداشتم اینجوری گذاشتم کف دستم. مامانش برگشت گفتش که ببخشید حنا به در شما نمیخوره، من برای شما صدر رو بردم با نمک دریایی، بزنید به صورتتون معجزه میکنه، ایشالله یه فرجی هم بشه. مراسم ها یکی یکی میرفت جلو، یعنی یه آقایی پشت یه سازی واسطه بود ساز میزد، میگفت برای شاداماد دست بزنید، هیچکی دست نمیزد، همه فقط میخندیدن. یه دست بزنید. آقا برگشت گفتش که خانم آیا وکیلم؟ خانم گفت بله. خودم دیدم در تمام ایران کل میکشن میگن لی 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 لی، همه با هم دیگه گفتن لو 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 لو. گفتم که آقا شما چرا از من نپرسیدین؟ گفت با این قیافت چه جوابی میخوای بدی؟ حتما میخوای بگی نه. گفتم نه، ولی لااقل دیگه اسم مشخصاتمو بپرس. گفت اسمت چیه بزرگوار؟ گفتم بابک. گفت فامیلی چیه؟ گفتم رفاهی. نام پدر، شماره شناسنامه. گفت ما با شما تماس میگیریم. دفتر رو بست رفت. اومدیم بریم توی تالار، شب عروسیمون یه نفر اومد یه دونه سینی داد دستمون، گفت داماد اومد اسفن بریز روش. گفتم داماد که خود منم. گفت منم سوپرمنم، کار دارم باید برم. دستشو گرفت بالا رفت. دیدم که آقا یه چیزی هی میخوره پشت کله من. نگاه کردم مادر عروس نقلو میذاره تو دهنش، خورد میکنه اینجوری میزنه پشت کله. گفتم چرا اینجوری میکنی شما؟ گفت میخوام شیرینی بره توی وجودت. اون مراسم عروسی به خوبی و خوشی تموم شد، الان 6 ماه ازش داره میگذره، ولی خانوم دستوردار نیست، هنوز از من میپرسه که تو چرا قو نمیشی؟ یا فامیلای قولتونو، قوتونو، قولتونو فامیلای قوتونو چرا دعوت نمیکنی یه شب شام بیان اینجا؟ اگه تا آخر این فصل دست از این موضوع برداشت که فول مراد، اگه نه که ما با یه سری دام و طیور، دام که نه با طیور هماهنگی کردیم، یه تالاب هم همین بالا پیدا کردیم، قرار شده کوچ کنیم بریم، که مطمئن باشه هیچ آدم زشتی دیگه تو اون خونه زندگی نمی کنه. به افتخار خودتون. احترام مردم از ایران بلند میشیم و بلند از ته دل میگیم که مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی. شما خیلی عزیزین. خیلی. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. خیلی. و این که در کنار خانواده باشین، راضی باشین ایشالله همه، و پر روزی باشین بازم ایشالله همه، و سلامت از همش هم مهمتره.
و آرزو میکنیم، دعا میکنیم از ته دل که همه مریضام از بستر بیماری بلند شن، هیچ مریضی توی خونه ای نباشه. رسیم، بریم بیایم. یک، نه نریم بیایم، بریم بریم بعدن میایم. یک دو سه، شاد باشیم. لی اوی او داره، ما نمیدونم چه شی با تلخو داره، ما نمیدونم. مرتی یعنی دیونه ای لوله اوی هستم. جدی میگی؟ خیلی مرتی. خب بذار شو آلبوم ها دی لوله اوی کو چرا ما تو کجا بودی امروز؟ تو کجا بودی امروز؟ جان کجایی عزیز؟ تو درگیر لبو فروشی هستم دیگه. آخه لبو فروشیت هم که هیچ وقت یه دونه مشتری ما اینجا ندیدیم. وقتی هم همیه 220 میلیون یورو هم پول دادم ور نیمار کو مونده، کسی هم لبو نمیخره. خب چه ربطی داره اینو؟ چه ربطی داره عزیز من؟ یعنی میخوای از طریق لبو فروشی 220 میلیون یوروی اونو تامین کنی؟ نه میدونم در نمیاد، برای همین دارم میگم. میگم خب باید بفروشم که در بیاد. نه اصلا این فکر غلطه. چی فکر غلطه؟ این فکر غلطه چی؟ با این اوضاع ارز و خب. این تیراژ لبو و این وضعیت مشتری خب. جنابالی اصلا این دوتا نباید برن. همینه دارم میگم. خب نباید بکنی. خب همینه مو دارم میگم دیگه آقای عزیز. میگم پول نیمار زیاده، خب. وضعیت ارزم خرابه. بله. باید لبو بفروشم پول در بیاد. عزیز من شما پول نیمار از طریق دیگه ای باید تامین کنید. درسته، ما حرف شما رو تایید میکنم. نه از طریق فروش لبو. چقدر میخوای لبو بفروشی؟ آفرین، ما همین دارم شرایط تبدیل بشه به ارز، بعد عدد اونجا بشه 220 میلیون. آفرین، خیلی خوب. آفرین. پس اصلا نباید اینجوری فکر کنید. دقیقاً. این یه بیزنس جداست. اصلا جداست. ما همین دارم میگم. خیلی خوب. میگم ما باید چقدر لبو بفروشم که بتونم پول نیمار رو بدم. همین، این کامل بیزنس جداست. شدنی نیست. همین، ما باید لبو بفروشم که بتونم پولش رو بدم. نه دیگه، حرف من اینه، میگم لبو نباید بفروشی. میدونم. خب چی رو میدونی؟ میدونم. اگه میگم با لبو پول خب نیمار در نمیاد. چی؟ میگم با لبو پول نیمار در نمیاد. خیلی خوب. باید پس... بفروشم که در بیاد. لب... ای بابا دیوانه میکنی منو. میگم آقا اصلا نباید این دو تا رو باب قاطی کنی. رامبو مرتی بود بهت گفته اون دفعه. کی؟ مرتی علیزاده پسر آمو خدر. اینه. آقا سلام. خوبی؟ آقا من معذرت میخوام مرتضی جان، یه درگیری بیزینسی بود داشتیم. لبو خیلی خوش اومدی. لبو بدم. خیلی خوش اومدی. برم عزیزم. چکرم. آره رامبورد. این مرتی ابچای قدیمی رفقاست، پسر آمو خدره. بله گفتیم گفته بودم خیام میخوند مرتی. بله کوکا این آلبومت بالاخره که آماده میشه؟ اینو به ما بگو. خیالت راحت باشه یه چند روز دیگه میاد بیرون اگه. به به خدا به به. چه عالی. ها این خودش بواش از موزیسینای قدیم بوشهرن. شرمندم نکن آقا. نه نه وجدانن تعارف کن. اون آهنگی که اون روز اون شب ازش خوندی عالی بود. ما ابو شرمینام خودم. ما میخوایم از این بگو چی؟ ما ابو شرمینام سی همیشه سی همیشه خودم. اینجا دلش سی و سی تنگ نمیشه. سیم تنگ نمیشه. خیلی قشنگ بود. عزیزم. همونو میشه بخونه؟ رامبود. اونو بخونه فقط یه قولی. یه شبم آمون خدر دعوت کن. آمو خدر اصل خیام خانه. بح بح. دعوت کنیم تو خندوانه و یه خیام خانه با هم بریم. با کمال میل، با کله دیونت. خدا دیونت بفرمی. مرتی جون کوکا یه مو ابو شیر میرم سی همیشه بخون. کله رامبوده بیار. باشه باشه کوکا، تو راحت باش دیگه. بچه دیونه باشه و کله نیاری. دیونه کله بیاری یعنی چی؟ یعنی کله شو بیار دیگه. کله شو بیار یعنی چی؟ یعنی دیونش کن. نامجهولیه. رامبوت کوکا بریم تو کارش؟ بله بفرمی. بریم. ها بریم بریم. میرم ایشا کالونه دیم چاک نی دس
وای والا رای بار ورش چیشام شد آسلش برنو کتا برنو بلا برنو میونه برنو کتا برنو بلان برنو میونه قربتیم کردین تو خاک خون که شدام دیبونه برنو باسم خلاصم کو دنگو دبنگو برنو باسم خلاصم کو دنگو دبنگو یا بکشم یا بگرم با خومم تو جنگو مابوشت میرا زیانیشه مابوشت میرا زیانیشه کسی اونجا دلش سیم تنگ نمیشه کسی اونجا دلش سیم تنگ نمیشه مابوشت میرا دل دریا کنی رفیق و یارم هم سنگارم کنی منم میرم ایبا فلوت شرب و گریخی کنی دل قدم گوتی دل دریا کنی رفیق و یارم هم سنگارم کنی منم میرم ایبا کاله ری سرم رامی هرچی سرم مخومی و کاله ری سرم رامی هرچی سرم مخومی و کاله We'll be right back.